کورت والکر نماینده ویژه پرزیدنت ترامپ در امور اوکراین به گزارش رسانه های آمریکایی دیروز پس از ملاقات با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از مقام خود استعفا داده است. برگردان فارسی گزارش وین لی و مگان دوزور خبرنگار صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتری است. نام آقای ورکر در شکایت افشاگری آمده است که شکایتش موجبی برای آغاز تحقیقات دموکرات ها در مورد استیزاه پرزیدنت ترامپ شده است. شکایت این افشاگر میگوید آقای ورکر به سازماندهی در مورد برگزاری ملاقات هایی میان رودی جولیانی وکیل شخصی پرزیدنت ترامپ و مقامات اوکراینی کمک کرده است. افشاگر مدعی است پرزیدنت ترامپ در یک مکالمه تلفنی در روز 25 ژوئیه از رئیس جمهوری جدید اوکراین خواستار جمع‌آوری اطلاعات متهم کننده ای درباره جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا و پسر او هانتر شده است که بتواند به چشمانداز برنده شدن نامزد دموکرات ها در انتخابات سال آینده ی ریاست جمهوری آمریکا و به چالش کشیدن آقای ترامپ لطمه وارد کند. دموکراتها در مجلس نمایندگان روز جمعه با صدور احزاری ای برای آقای پومپئو خواستار اسناد مرتبط با اوکراین و ارائه توضیحات پنج مقام وزارت خارجه ظرف دو هفته آینده شدند. از آقای ولکر نیز در میان این پنج مقام نام برده شده است. به گزارش کمیته های امور خارجی، اطلاعاتی و نظارتی مجلس نمایندگان، این کمیته ها تحقیق می کنند پرزیدنت ترامپ با زیر فشار گذاشتن اوکراین برای مداخله در انتخابات سال 2020 تا چه حد امنیت ملی را به خطر انداخته است. پرزیدنت ترامپ هر گونه تخلفی را تکذیب کرده و خواستار استعفای یک قانونگذار کلیدی شده است که به ادعای او در جریان یک جلسه رسیدگی در کنگره تصویر غلطی از او ارائه داده است. پرزیدنت ترامپ میگوید ادم شف رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان در جلسه روز پنج شنبه درباره تأخیر دولت در ارائه شکایت افشاگر به کنگره به تصویر چهره غلط از او پرداخته است. آقای شف در جلسه روز پنج شنبه که با حضور کفیل مدیریت اطلاعات ملی آمریکا برگزار شد متنی را خواند که به گفته و تاکید او مشابه نظری است که پرزیدنت ترامپ قبلا ارائه داده است در همین حال نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان روز جمعه گفت ویلیام بار وزیر دادگستری در مورد شکایت افشاگر مرتکب خودسری شده است خانم پلوسی همچنین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC آقای بار را به مشارکت در سرپوش گذاشتن در مورد تماس تلفنی متهم کرد. پرزیدنت ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک سازمان ملل متحد در جمع کارکنان هیئت نمایندگی آمریکا در این سازمان گفت میخواهد بداند چه کسی اطلاعات را به افشاگر داده است. وی تاکید کرد هر کسی که چنین کاری کرده است عملش نزدیک به جاسوسی بوده و پیشترها جواب جاسوسان با اعدام داده می‌شد